عیسی آگاه از این که شاگردانش در این باره هم همه می کنند بدیشان گفت آیا این سبب لغزش شما می شود؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جای نخست خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ روح است که زنده می کند. جسم را فایده ای نیست. سخنانی که من به شما گفتم روح و حیات است. اما برخی از شما هستند که ایمان نمی آورند. زیرا عیسی از آغاز می دانست چه کسانی ایمان نمی آورند و کیست آن که او را تسلیم دشمن خواهد کرد. سپس افزود از همین رو به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من آید مگر آن که از جانب پدر به او عطا شده باشد. از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگر او را همراهی نکردند. پس عیسی به آن 12 تن گفت آیا شما نیز می خواهید بروید؟ شمعون پتروس پاسخ داد سرور ما نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خدا. عیسی به آنان پاسخ داد مگر شما 12 تن را من بر نگزیده ام؟ با این حال یکی از شما ابلیسی است. او به یهودا پسر شمعون اسخریوطی اشاره می کرد، زیرا او که یکی از آن 12 تن بود پس از چندی عیسی را تسلیم دشمن می کرد. پس از این عیسی چندی در جلیل می گشت، زیرا نمی خواست در یهودیه باشد، چرا که یهودیان در پی کشتنش بودند. چون عید خیمه ها که از اعیاد یهود بود نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروانت کارهایی را که می کنی ببینند، زیرا هر که بخواهد شناخته شود در نهان کار نمی کند. تو که این کارها را می کنی خود را به جهان بنما. زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. پس عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من فرا نرسیده، اما برای شما هر وقتی مناسب است. جهان نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما خود برای عید بروید. من فعلا به این عید نمی آیم، زیرا وقت من هنوز فرا نرسیده است. این را گفت و در جلیل ماند. اما پس از آن که برادرانش برای آن عید رفتند، خود نیز رفت، اما نه آشکارا بلکه در نهان. پس یهودیان هنگام عید او را جسته می پرسیدند آن مرد کجاست؟ و درباره او بین مردم همهمه بسیار بود. بعضی می گفتند مردی است نیک، اما بعضی دیگر می گفتند نه، بلکه مردم را گمراه می کنند. لیکن چون از یهودیان می ترسیدند هیچ کس درباره او آشکارا سخن نمی گفت. اما چون نیمی از عید گذشته بود، عیسی به صحن معبد آمد و به تعلیم دادن آغاز کرد. یهودیان در شگفت شده می پرسیدند این مرد که علم دین نیاموخته چگونه می تواند از چنین دانشی برخوردار باشد؟ عیسی در جواب ایشان گفت تعالیم من از خودم نیست، بلکه از اوست که مرا فرستاده است. اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد، در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود می گویم. آن که از خود می گوید در پی جلال خیشتن است، اما آن که خواهان جلال فرستنده خیش است راست گوست و در او هیچ ناراستی نیست. آیا موسی شریعت را به شما نداد؟ اما هیچ یک از شما بدان عمل نمی کند. از چه رو کمر به قتل من بسته اید؟ مردم پاسخ دادند تو دیو زده ای، کیست که در پی کشتن تو باشد؟ عیسی در پاسخ ایشان گفت من یک معجزه کردم و شما همگی از آن در شگفت شده اید. موسی حکم ختنه را به شما داد. البته این نه از موسی بلکه از پدران قوم بود و بر این پایه در روز شبات نیز پسران را ختنه می کنید. پس اگر انسان در روز شبات نیز ختنه می شود تا شریعت موسی شکسته نشود، چرا خشمگینید از اینکه تمام بدن انسانی را در روز شبات سلامتی بخشیدم؟ به ظاهر داوری مکنید
بلکه به حق داوری کنید. پس برخی از اورشلیمیان گفتند آیا این همان نیست که قصد کشتنش دارند؟ ببینید چگونه آشکارا سخن میگوید و بدو هیچ نمیگویند. آیا ممکن است بزرگان قوم به راستی دریافته باشند که او همان مسیح است؟ ما میدانیم این مرد از کجا آمده است. حال آنکه چون مسیح ظهور کند کسی نخواهد دانست از کجا آمده است. آنگاه عیسی به هنگام تعلیم در معبد ندا در داد که مرا میشناسید و میدانید از کجایم، اما من از جانب خود نیامده ام. او که مرا فرستاده حق است و شما او را نمیشناسید، اما من او را میشناسم زیرا من از اویم و او مرا فرستاده است. پس خواستند گرفتارش کنند، اما هیچ کس بر او دست دراز نکرد، چرا که ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. با این حال بسیاری از آن جماعت بدو ایمان آوردند. آنان می گفتند آیا چون مسیح بیاید بیش از این مرد معجزه خواهد کرد؟ اما به گوش فریسیان رسید که مردم درباره او چنین همهمه می کنند. پس سران کاهنان و فریسیان نگهبانان معبد را فرستادند تا او را گرفتار کنند. آنگاه عیسی گفت اندک زمانی دیگر با شما هستم و سپس نزد فرستنده خود می روم. مرا خواهید جست اما نخواهید یافت و آنجا که من هستم شما نمی توانید آمد. پس یهودیان به یکدیگر می گفتند این مرد کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را بیابیم؟ آیا می خواهد نزد یهودیان پراکنده در میان یونانیان برود و یونانیان را تعلیم دهد؟ مقصودش چه بود که گفت مرا خواهید جست اما نخواهید یافت و آنجا که من هستم شما نمی توانید آمد؟ در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد. هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد، همان گونه که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند، آن را خواهند یافت. زیرا روح هنوز عطا نشده بود. از آن رو که عیسی هنوز جلال نیافته بود. برخی از جماعت با شنیدن این سخنان گفتند به راستی که این مرد همان پیامبر موعود است. دیگران می گفتند مسیح است. اما گروهی دیگر می پرسیدند مگر مسیح از جلیل ظهور می کند؟ آیا کتاب نگفته است که مسیح از نسل داوود خواهد بود و از بیت لحم دهکده‌ای که داوود در آن می زیست ظهور خواهد کرد؟ پس درباره عیسی بین مردم اختلاف افتاد. عده‌ای می‌خواستند او را گرفتار کنند، اما هیچ کس بر او دست دراز نکرد.